من قصه برای انتخاب کردن به اتفاق یه شاهد سالمی هم پردن برای تهران اتفاق افتاد و ما حدودا حوالی سال 90 تا 95 شاهد موج ساخت‌وساز بودیم که به اصطلاح عنوان کلاسیکش تعلق گرفت و خب جامعه سرمایه‌گذاری ما خیلی اعتماد نمی‌کرد به جامعه معماران ما، معمارانی که خیلی عمیق می‌شدن پروژه‌هاشون، پروژه‌های معماریشون براشون ارزشمند بود، خب جامعه‌ای که سرمایه‌گذار است بود خیلی اعتماد نمی‌کرد. یه سلسله اتفاقات افتاد این چند سال که فکر می‌کنم بخشی مثبت اتفاقات جامعه ما توی چند سال اخیر بوده که من سعی کردم یه اون متمرکز بشم و حسی نمیشد رو هر از اون بخش رو بکنم. خب عنوانی که من انتخاب کردم برای صحبت میشم پس فرصت و انتهای صحبت هم نمیرسم به اهمیت فرصت برای ما معمارا پروژه جامعه مختلف گرفته. حقیقتا همه ما معمارا تو زمان دانشگاه بودیم، تو زمان که وارد محیط کار شدیم، چه همانشاه و گرفتهای معماری، همیشه صحبت میکنیم که ما معماری سنتی خیلی خوب داشتیم، معماری خیلی اصیل داشتیم و چرا نمیتونیم از اون استفاده کنیم؟ هر کسی هم معماری خودش اون بهره برداری که بخواد از این موضوع کنه رو بعضی قرارداد فرم میبینن و بعضیا خدمتشون بازم برداشت خودشون رو موضوع نگاه به معماری سنتیمون رو میبینن. از نگاه من ما سه تا مقوله داریم که اگر استفاده برداری بزنیم معلوم شد. ما سه مقوله داریم که از دید من معماری سنتی خودم رو خوب بررسی بکنم که کوتاه میاد اصلا موضوع بحثمندی نیست. مسئله اول از علم کاریکتری بود که تو پروژه های ما داشتیم که اصلا ساختمان که توی کاشان ساخته میشده با کار ساختمان که توی گوشه به تبریزی و اصلا اینا از لحاظ سازماندهی فضا از لحاظ نوع متریال مصرفی همه تفکراتی که معمار پروژه داشتن کاملا بر پایه علمی بوده و تناسب با بوم اون منطقه بوده. مرحله دومی که خیلی جذاب بودن همیشه بس فانکشن همیشه پروژه هایی که معماری سنتی ما داشتن همیشه منطبق بر فانکشن بوده، عملکرد داشتن، چه سازماندهی فضاییشون بوده، همه آشنا هستن که به چه گونه ای سازماندهی فضاها رو کنترل میکردن و مقوله مهمتر از همه بس تزیینات اصلاح بعدی بحث تزیین هم همچه بخشی که به مخاطب در واقع پیشینه ما در معماری بوده، پیشینه ما در کشور و در زمینه معماری، یعنی علمی، فانکشن و تزیینات. این آیتم هایی بودن که شاخصه های کلان معماری رقیب ما بودن و در نهایت ما به یک دوره برخورد میکنیم که خیلی تزیینات رو اگه بتونه اسرائیل بعدی ایمن بشه. خب به دوره برخورد میکنیم که شعار قادرش بودید که ما باید از تزیینات پرهیز کنیم به یک جنایت بوده همه اینا تمام فکران بارها شدید. از اینجا قصه ما در حقیقت شروع میشه. ما توی ایران یک ایدئولوژی جدید به وجود اومد که ما معماران که نقش توش نداشتیم و از برها نقش پیدا کردیم و اونم بودی که اگر بتونید اسلاید بعدید این بودی که جریان در حقیقت سرمایه مسیر معماری ما رو مشخص کرده، یعنی ما خیلی لطفا اسلاید بعدید نمیشد در حقیقت سرمایه بوده که باعث شده که ما یک سری از سواحل و ساحل در پیش اساسی رو ببینیم که حالا بعضی از مثال هاشون رو گذاشتیم در این زمانه بود که معماری چند سال اخیر ما شکل داده و واقعا عناوین مختلف میشه اسمش گذاشت آفت فرهنگی یا هر چیز دیگه ای باعث شد که ما شهرهایی داشته باشیم که یک اصطلاحا یک جریان موسوم کلاسیک غالب شد بر فرهنگ شهری ما و جامعه سرمایه‌داری ما تصورش بود که فقط و فقط در این صورتی که میتونه یک پروژه موفق داشته باشه به تکون بفروشه بازگشت سرمایه خوبی داشته باشه و این متاسفانه لطمه خیلی بزرگ به شهر رو میزنه اگر لطفاً استفاده بسید و حالا نمراهای دیگه تو همین شرایط و من دارم راجع به 7 یا 8 سال پیش صحبت کنم توی همین شرایط شما توی منطقه یک گروه تهران
اگر کسی پیشنهاد ساخته این ساختمان مدرن داد کاملا رد شده بود و به عنوان یک پروژه شکست خورده معماران خوب ما معماران قابل ما عموما تو این دوره سعی کردن پروژه های مقیاس کوچیکتر و پروژه های ویلایی بیشتر تبدیل کنن و نقشی توی شکلگیری مارکت طبقه بالا جامعه ما حقیقتا نداشتن. تو همین دوره یک پروژهی که در مرحله استرکتور به ما مراجعه شد که دقیقا نقش تصویری بود زمانی که ما پروژه رو دریافت کردیم یه موقعیت خیلی استراتژیک داشت توی تبدیلی بود که از چند تا اتومبیل تهران کاملا دیده میشد و قرار بود یک پروژهی ساخته میشه که تماما کلاسیک بود و سرمایه‌گذاریشان میکنم بالای جایزه در پایزن بودستن اون هست که خب از دانشگاه شهید بهشتی به صورت کامل مشرف بوده پروژه کارفرمای پروژه و تیم سرمایه‌گذار پروژه در بحبوحه این که همه تصورشون بود که پروژه کلاسیک خیلی پروژه جذابی باشه برای سرمایه‌گذاری تصمیم گرفتن که این پروژه رو به یک گروه جوان بسپرن و اصلا کلا شاکله در حقیقت پروژه عوض شد محدودیت زیادی هم داشت ما به چونگاه به استرنت پروژه نباید دست میزدیم یعنی در حد یک پوسته باید تحویل میشد و پناهکاری که ما میتونست انجام بدیم ساختار داخلی تمام پلانها و مشاهدات پروژه رو تغییر بدیم. یکی از ویژگی‌های که ما توی پروژه اضافه کردیم در حقیقت این بود که برای اینکه بتونیم تردد شهری رو کم بکنیم سعی کردیم اولین نیازهای هر خانواده رو به عنوان بخشی از مشاهدات پروژه تغییر بدیم، چه نیازهای مفهومی چه نیازهای روزمره‌ای که دارن باید این پروژه تقریبا با تعداد آیتم خیلی زیادی مشاهدات طراحی شد، سازماندهی پلانهای اداره تغییر کرد و یه بخشی به عنوان ورودی به پروژه اضافه شد که صورت مسئله بود که تیم سرمایه‌گذار خیلی دنبالش بود و احتمال این بود که بتونه مدرنی پروژه رو حفظ بکنه ولی یه رنگ بوده دیگونی هم داشته باشه ما با تمام خودمون بهش پاسخ دادیم و اصلا رهسرمان هم دفاع از این کار نیست صرفا این پروژه شاخص رو ما جلوش گرفتیم که از روند اینکه تبدیل بشه به یک نهاد برای اون جریان اون دوره ای که تقریبا تمام اطرافیان به تیم سرمایه‌گذاری رکمند میکردن که دیگه شما پروژه نخواهد فروخت و شما به مشکل خواهیم خورد که ما تقریبا دو سال و سه سال قبل از که پروژه تقدیم بشه تمام مهم پروژه همه فروش را و کارفرما خیلی در حقیقت به احساسی تو و این هم عنوان یک بخشی از حرکتی بود که ما سعی کردیم پروژه ما اجرا بکنیم که کمک در حقش وجوده یک اتفاقی که در حقیقت بیفته رو ببینیم گروههای خیلی زیادی هم مبارزه ما در حال همین حرکت بودن که بتونن جلوی این جریان رو ببینن و واقعیتش اینه که اتفاقی که خیلی جذابیت ایجاد کرد بود که تیم‌های سرمایه‌گذاری به این اشخاص هم که برای پروژه مدرن هم میتونن خوب بفروشن پروژه‌های مدرن هم میتونن با شرکت‌های خیلی عمیق هم با فکر ختم بشن به اونها هم چه اعتماد کرد چون پروژه‌های خیلی بزرگ رو بهشون سپرد که عملا میتونن کمک کنن و اینا مکتب شهری رو از این وضعیت که هستن در حد بهبود بهتر ما هم پروژه‌های بعدی رو سعی کردیم باز هم در سطح تکرار بکنیم که یه مقدار سعی کنیم به مفهوم رو خط فکری خودمون ادامه بدیم و همین اسمی در یادتون نگه داریم هم میشن و من این سری پروژه گذاشتم از دوستان آرشیتکت که بسیار خلاق هم و این اکسا نمونه نشون میده که تیم هایی که سازنده هستن سلاح هم که تیم ها سرمایه گذاری هستن اعتماد کردن و پروژه‌هایی که الان وسط شهر بکنی آیکون هستن دیگه به معماران با بزار که این واقعا ارزش و معماری بالای هستن و با فکر تعریف کنن و خیلی راحت میشه ما از استقبال برای امتداد این همکاری میشه فهمید که پروژه ها استقبال خوبی از لحاظ سرمایه‌گذاری شده. من دیگه که جمع‌بندی این مسیر کامل دو تا نکته است. یکی اینکه واقعیتش که ما توی جامعه و معمارها به نظر من توی سری تاثیر خوبی بذاریم و اینکه الان دیگه بعد از گذشت چند سال فکر میکنم هیچ پروژهای در حداقل اطلاعاتی من دارم در مرحله یک دو سه تهران
هیچ پروژه‌ای با کانسپت کلاسیک استفاده نخواهد شد و ببینید مرکب برنامه هم به این سمت برنامه و عموماً هم حال می‌بینید که معمولاً لایه‌های بعدی جامعه نگاهشون به اون لایه گربه‌ای که ببینن چه چیزی رو عنوان یک ایدئال جامعه در حقیقت معرفی می‌کنن و در نهایت مسئله فرصت به موضوع اصلی صحبت من بود که معماران که الان در حقیقت دارن کارشون رو انجام میدن این گونه یک فرصت ببینن که تیم‌های سرمایه‌گذاری اعتماد دارن و اعتماد همینقدر راحت به دست نیومده و اینکه راحت از دست نیومده.